من توی افتخار بودن واسه من آما، توی موتن عزیزم برات خونم و میری. روزی پیامبر اسلام برای حج عمره وارد مکه شد و دید که زنان مکه خود را زینت داده بودند. اصحاب پیامبر که بدون زنان خود سفر می کردند نزد ایشان آمده و از بیزنی شکایت کردند. پیامبر اکرم فرمود آن زنان را به ازدواج موقت خود درآورید و آن زنانی را که مطعه می کنید مهریه معینی به عنوان دستمزد به آنان بپردازید. هیچ موقع اسلام اجازه نمی ده یک زن در آغوش صدها مرد قرار بگیرد، مگر اینکه تأمین زندگی داشته باشه و مردها این تأمین زندگی بدن. مسئله ازدواج موقت همین مسئله است. حالا کسانی که دستشون تنگه نمیتونن ازدواج دائم بکنن بگن شما برید ازدواج موقت بکنید، اما دختری که دختر باشه و شما اون دختر خانم بیاید صیغه بکنید به عنوان محرمیت میتونید، اما جسارت به عنوان دخول نمیتونید، نه از جلو نه از عقب، برای اینکه این دختره. تمام اینا رو همواره حساب کرده اسلام، قانون مقدس اسلام. آجا یه مسئله که حالا دیروزم بحث شد با گرامی در مورد آقای گرامی، نظرشون در مورد اذن پدر تو ازدواج، حالا چه دارم چه موقعات رسالهشون هم دیدم ایشون با هم بحث کردن، فکر اینا گفتش که جزء صحت عقد نیست، نظر ایشون بود. خب عقد موقت 100% صحت در عقد موقت اینطور نیست، اگه دست دوم باشه اجازه نمیخواد، دست اول اجازه نمیخواد. عقد دائم هم که بدی هیچ که به این شرمای نیست، روایت علما من در سایه بولوجردی مستند که اجازه پدر شرط، یعنی چه دختر رشیده باشه چه غیر رشیده. نه اون استثناست، حاج خانم خلبان بشه، جراح بشه، اتم شکاب باشه، اخترشناس بشه، جلوش نمیاد. و اما تو دور رئیس ارزشمند که باید تو حجابش دیگه تن سریح‌ترین آیه یه که به این مسئله پرداخته و استنادش هم که میکنن میگه فمستمتعتم بهی منو اجر اینها رو و مزد اینها رو و مهریهشون رو به عنوان فریض و واجب و کامل پرداخت کنه. روایت زیاد داریم که یکی از راههای جلوگیری از راههای فساد همین عقد موقت. من پیشنهادم اینه که بنیادهایی درست بشه که خیلی هم میدونم از مسئولین مملکت میخواستن این کار انجام بدن، حالا به قول شما فرهنگش جا نیفتاده، بنیادهایی درست بشه، در اون بنیادها خانم‌های بیوه و خانم‌هایی که میخوان نسبت به ازدواج موقت تمایل دارن اینا رو شناسایی بکنن، جوان‌هایی که نمیتونن ازدواج بکنن، جوان‌هایی که وضعیت مالی خوبی ندارن، زندگی خوبی ندارن، به هر شکلی توانایی بار کشیدن یک زندگی دائم رو ندارن، اینا رو هم شناسایی بکنن، اینا رو به هم وصل بکنن، همونطور که قرآن ما گفته، همونجور که فتوای علمای ما هست، همونطور که اسلام گفته، طبق یک موازین شرعی. کو از عادی هم بهت بنویسن کو عقد ما بالاست که چی چی بنویسن این امضاش میگیرم هم تو دفتر چه میاری آقا دفتر چه بده نامی که امانی سوینی به جناب داماد آقا شهرام طلاق گرفتین شو طلاق دادین؟ خب البته در ازدواج موقت لازم هم نیست که زن مرد داشت طلاق داده بشه، یعنی که شما همسرم داشتین مشکلی نداشت، رضایت نمیخواست. بله بله چون قبلا من با این خانم صیغه کرده بودم، بعد تا متوجه شد و من طلاق و رفتم بالا کارش طلاق گرفت. نه اشتباه کرده، ببینید قانون میگه، قانون میگه، اصلا آیه قرآن میگه که آقا از مرد تا 4 زن میتونه دائم بره اختیار کنه، هیچ تخلفی هم نیست. صحیح. ولی عقد موقت شما 1، 10، 20، 100 هر چقدر توان مال داشته باشین میتونه اداره کنی، میتونه هماهنگ کنی، بیاد اینجا براتون بنویسیم و هیچ مشکل قانونی هم نخواهد داشت. نداره. فرمودید که مدت به مدت یک سال. یعنی خانم رو عقد موقت بکنید 1 با 5 سکه بهار آزادی. خانم شما قبول کردید مهریه که شما مشخص کردن براتون؟ 5 سکه بهار آزادی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این موکله من نسرین خانم به مدت یک سال با مهریه 5 تا 3 بهارآزادی به عقد مطعه و موقت موکل من جناب آقا شهرام فرزند بهرام در آمد. مبارک است ان شاء الله. مبارک باشه. خواستیم توضیح بدین که مدت ازدواج موقت چقدر میتونه باشه؟ ببینید ازدواج موقت کلن مدت داره. بله. یعنی لحاظ شرعی شما برای نیم ساعت هم میتونید ازدواج موقت داشته باشید، به شرطی که هم مهر مشخص و هم مدت توافق میکنن نیم ساعت عقد موقت بکنن. بعد یا مثلا نیم ساعت که تمام شد دلش میخواد یه ساعت دیگه تمدیدش کنه. باید تمدیدش کنه. باید دوباره نیم ساعت عقد موقت خونده شه. بهتره هم عملی بخونه. بله دیگه خب تموم. اگر خواست با شما تمدید کنه میان دفتر تمدید میکنیم. اگر خواستین که فصل بشه ولی به مرد دیگه ازدواج کنه موقت، ایشون باید دو طور عده نگه داره. عده دلیلش واقعا چیه؟ یعنی برای چی توی احکام بحث... اسلام عده؟ خب بحث بچه هست که مثلا اگر بچه دار بشن توی این چند وقت مشخصه. یکی هم بحث روحی هم خوب داره، اگر بخواد بدون عده بخواد عقد بشه که خب این یه خود بزن خیابونو تغییر نمیکنه. اسلام میگه باید حرمت قائل شه، حرمت اون همخوابی که بین اون آقا و خانم هست حرمتش نگهده شه. ولی من شاید اشتباه میکنم، فکر کردم زن یائسه دیگه نباید عده نگه. اون بحث جداست. بله. دلیل اون چیه؟ نه اون خب اون بحثی که خود اسلام تعبدی گفته که آقا زنی که یائس هست دیگه عده ای نه داره. کسی حتی سراغ همچه افرادی هم نمیده. بهش روان داده نمیشه. حالا اگه کسی خیلی خوش تو موقع نگه داشته باشه شاید. عقد موقت نه دیگه. از اینه سند داریم که حساب کنی هرچی خواست میتونی. همین که مدیر دفتر و شهریش های آیاته برمون خیلی مهمه. خیلی ممنون حاجم. یه هزینه زیاد مهمه. دست شما در هرچی هست قبوله. ممنون. دست شما در نیه. پس مدارک ما رو بفرمایید. آقای خسروشون بدید سند کامل کنید. امضا کردم. خیلی متشکرم. خدا اسلام که بدن نامحرم کل بدن عورت دیگه، کل بدن باید پوشیده باشه به جز گردی صورت و دست که بازم در رساله ها میگن اگر مثلا خانمی میبینه یه جایی رفته گردی صورتش بازه دارن به قصد شهوت نگاه میکنن، اونم باید بپوشه تا اونجا که حالا ممکنه بپوشه. این حق خانمای ایرانی خورده میشه که نه حق خوری تو این گرما تو این لباسای مانتو میپوشن. نه خب وقتی آدم یک دینی رو اگه پذیرفت دیگه احکامش رو میپذیره. باید قراره باشه خانمای ایرانی برن تو بهش، اونا هم بعد برن تو بهش. پس اینا اینا دیگه با خداست یکی با. بهشت ما که مسئول تقسیم بهشت و جهنم. الان بحث ازدواج جوان ها و مسئله اجتماعی ها خواستیم در مورد بحثی که یه راهکاریه که اسلام قرار داده، شما مستحضرید که ازدواج موقت قرار داده. بالاخره اسلام یه راهکاری داره برای آشناییش به مسائل زناشویی اینها. ازدواج موقت دلیلش عامه ولی به خصوص در این گونه موارد شاید که تأکیدی باشه. یعنی بسیاری جوان ها اصلا چه بسا آشنایی با مسائل ازدواج نداشته باشن، وقتی ازدواج موقتی قبلا دارن آشناترن در انتخاب همسر. ببخشید این یه گروه اجتماعی داره که مثلا بعضی کسی برای چیه این از زمان پهلوی اینطور شد. رضا شاه لعنت الله علیه وقتی آمد جلوی ازدواج موقت رو گرفت و جلوی تعدد ازدواج هم گرفت، در مقابل مراکز فحشا رو باز کرد. اگر تعدد زوجات باشه و ازدواج موقت باشه زنان خیابونی جمع میشن. اگر از ازدواج موقت بدتر تعدد زوجات، زنها چه بسا بعضیشون برای فحشا حاضرن ولی برای زن دوم حاضر نیستن، برای عقد موقت بگن خودشون صیغه هم حاضر نیستن. و الا تو عربا مقصد تو سعودی دیده شده اونجا یه مرد 4 تا زن تو ماشین همه با هم نشستن، همه با هم رفیقن. مرد چقدر راحته وقتی یه زن مریض میشه مرد به کالاش لطمه نمیخوره، اون زنهای دیگه میبرن دکتر. ولی در ایران بس حسادت زیاده، هیچ زنی حاضر نیست
که رقیب بپذیره. فقط در روایات ما مؤکدن داره، در چندین روایت منشایش هم فقط حسادت، فقط حسادته. بعد چند سال قبل اول ازدواجتون انجام دادید؟ من 11 سال. 11 سال پیش. چند سال قبل جدا شدید؟ الان 5 سال جدا شدم. 5 سال جدا شدید. ایشون هم به هروئین معتاد بودن یا نه؟ به هروئین. چون دو تا خواهر سرنوشت مشترکی داشتین. خدا در موردتون عدالت رعایت کرده. بعدش هم خیلی کارهای دیگه هم انجام میداد. مثلا منو بیرون میفرستاد که مثلا ماشینای آنچنانی سوار شم، مثلا بهشون بگم که ماشین خود فروشی کنی. بله. عدت هم این کار دادی؟ اصلا، چون همش به کتکش و عذابش کشیدم. برای همچین کاری اصلا نکرد، چون نمونه هاشم تو بدنم هست. تصور کنید این زن در این وضعیت که توسط شوهرش مجبور میشه توی اتاق میره با اون مرد، اگه همخوابگی کنه میدونه توکمش سنگساره، بدبخت نمیتونه ثابت کنه تجاوز بوده. هر چقدر میگه بابا شوهرم منو مجبور کرد، اصلا قبول نمیکنه. اما صرف اینکه این تم میداد دیگه تموم شد، پس این شده زنای سنگسار. بعد سوال دیگه، تو شما بعد از جدایی های تجربه ازدواج دیگر رو داری یا نه؟ بله، من توی شرکتی کار میکردم توی یوسف آباد. بعد منشی اون شرکت بودم. بعد اون صاحب شرکت بعد از یه ماهی که من پیششون کار کردم از من خوششون اومد و بعد من هم صیغه شدم. نه محضری ها صیغه، مثلا یه دوست داشتن، ایشون آخون بودن، بعد رفته بودم پیششون صیغه کرده بودیم هم. بعد که فهمیدم که این پیشنهاد به من داد که مثلا تو بچه رو باید بدی به پدرش، من تو رو عقدت میکنم، خونه به نامت میزنم و اینا، گفتم که دیگه یعنی واقعا راضی نه، گفتم بچه هم دیگه نمیتونم دو تا انتخاب. یه انتخاب این که عقد دائمش در میاره، بعد یه خونه به نامت میکنه، یه طرف هم گذاشت انتخاب پسره. تو بین این دوتا مجبور شدی که انتخاب کنی. بله. و تو بالاخره بچه تو انتخاب کردی. در این حال یک نیتش، هدفش یک معشوقه داشتنه، یه میترس داشتنه، ولی در واقع کلاهش داری میذاره به نام صیغه برای اون رابطهش. پس برای همین مجبور اونو پنهان نگه داره، چون اگر عقد موقت رو جاری نکرده باشن رابطه نامشروع باشه، در اینجا مرد متحل یا زن متحل مستحق زنای محسنه میشن و زنای محسنه مجازاتش سنگساره. فعلا در قوانین فعلی ما سنگساره. میگم میخوان خود مجازات از بین نمیبرن، فقط نوع مجازات رو میخوان از بین ببرن، از سنگسار تبدیل کنن به دار زدن. یعنی عملا در کشور ما فعلا حکم این رابطه مرگ. این آقایی که با هم ازدواج موقت داشتیم مقدارش مثلا چه جوری اینقدر؟ یه مقدار مثلا همین حد که مثلا ماهی 200-300 در حد که مثلا اجاره خونه حد. در همین حد اجاره خونه، مثلا بیشتر چون خودش هم کارمنده نمیتونه. بعد یکی این که تا سال دیگه به حساب بسته چیزمون هست که سیده خوندیم اینا تموم میشه. اگه دست خود من باشه که دوست دارم تمومش کنم. خب چرا دست خود نباشه؟ یعنی اگه مدیریت کاریم طوری باشه که درآمدم اسلام عزیز اومده دست روی نقطه گذاشته که نقطه انحراف اجتماعی و ملی و از بین رفتن یک جامعه است. یعنی زنان بی سرپرست و زنهایی که دارای غریزه جنسی هستند و نمیتونن خودشون رو کنترل کنن و مردی هم که نیست که در کنارشون قرار بگیره، اینا جامعه رو به فساد میکشونن. اسلام میخواد جلوی این فساد رو بگیره. یکی از وسایل و یا ابزارهای امنیت خانومهای بیوه و بی سرپرست ازدواج موقت به نظر شخصی منده. یعنی تا این زنها ازدواج موقت نکنن و دستشون همش دراز باشه به این خیریه و این خیریه و به این فرد و به اون فرد، یک روزی دچار فحشا خواهند شد، یک روزی دچار بی‌بندوباری خواهند شد. هر جایی جا نداره، هر کسی قبولش نداره. من که اصلا هیچ کدوم از همسایه‌هامو نمیدونم. منم همیشه سعی میکنم نگم، میترسم با همسایه که میگم تو جامعه ما جا نیفتاده که زن بیوه راحت بتونه زندگی کنه، هر جایی نمیتونه بره، هر کاری نمیتونه بکنه. نه سعی میکنم ندونم، به خاطر که اذیت میکنن. من فقط کافیه که یه بقال سر کوچه بدونه، همون کافیه، یا همسایه دیوار به دیوارت بدونه، یا اصلا کلا همسایه که با توی خونه زندگی میکنه فرقی نمیکنه، همین کافیه بدونه مرد نداری. اون
وقت چی میشه؟ آزار و اذیت‌هاشون شروع میشه. خب جلسه اول که دادگاه میری با همون قضیه که میخوای صحبت کنی مشکلتو بگی، زمانی که مخصوصا حس کنه ببینه شما هیچ پشتیبانی هم نداری، اولین کسی که بهت پیشنهاد میده خود همون قاضی. حتی من خانمی بود که با من صحبت میکرد، گفت به حساب قاضی به من پیشنهاد داد، گفت چونم خانم مشکل مالی داشت. گفت یعنی اصلا نمیتونستم هیچ کاری انجام بدم و اینا، نه پولی داشتم نه خانواده‌ای داشتم. بعد قاضی بهش گفته بود با من رابطه داشت، من در عرض یک روز به حساب میتونم آره کارت انجام بدم. بعد میگه گفتم من که جایی رو ندارم، اینم دیگه طفلک اینقدر خسته شده بود، گفت حاضر بودم یه چنین کاری رو بکنم. بعد طرفم آخوند بود، یعنی قاضی شد. بعد بهش گفته باشه فردا صبح شما بیا اینجا. گفت آخه آقای قاضی اینجا که مثلا دادگاه نمیشه یه همچین چیزی. گفته نه شما بیا اینجا، حتی شما بیا اینجا با خود من رابطه داشت، همون روز حکم طلاقتو میدم. خانم قسم پینی، خب هیچ کی نمیشه که بیاد مثلا آبروی خودشو بره به عنوان یه دوست، به عنوان یه درد ده. گفت حتی آخونده همونجا عبای تنشو باز کرد پنگ کرد که مثلا حال خیلی بیادریه میشه مام جمعون خانم و دوستانه داریم صحبت میکن. گفت یعنی یه بستری آماده کرد که همونجا کارش انجام بده من بتونم طلاقم بگیرم. زنایی که تاریخ رقم زدن، چرا کنیم عزتی که داریم عوض بدل؟ مشکل داریم ولی شادیم از هر نظر، چرا باید بترسم از تو کوچه تاریک قدم زدن؟ صورت مادر و کودک تابید از اولم، عشق مادر به بچه جاوید تر از هم. زن نفس سیغلی با کلام شیبا زیبا، سری نقش برای ایفا، سوای اینا به یادت بیاد، کنار هر مرد بزرگی اسمه زن میاد. مسکه یکم زیاد تحصیل داره هر زن رو هر مرد، باور نکنی باهات میکنم شرط بندی، اینو که گفتم تشکیل داد از صرف اصلی. بعد از این چیزایی میگم که هر کسی بفهمه بشکونه واسه سر دست. سکوت زن نفس دست بر بدن ها، به بدن از جنس زن ها، کمرکشان هر دشت و دیار و سفر شد زیر رو دشمن ها. عدمی غاله همتی غاطه، شکست مانه شده ثابت، پس به شفرت زفن که این میشه قسمت غیره. دنیا گرگن چون مادر را گفتن گوشن عمرن، تو هم اگه داشتی پول و قدرت به پایین دستا نمیدادی فرصت، پاینده یه مملکت